عرضم به خدمت شما که خب در دوره ساسانی ها یک قالب بندی یا اگه بشه گفت یک استخون بندی خیلی مشخص اجتماعی بود که بیرون اومدن از این کاست ها و یا این گروه بندی ها بسیار کار دشواری بود. عدالتی هم که صحبت ازش میشد، یعنی داد نوشیروانی یا داد فریدونی، این بود که کسی گروه ها با هم دیگه آمیخته نشن و گرگ و میش از یک آبشخور آب بخورن به اصطلاح فردوسی، اما گرگه همون گرگی که بود بمونه، میش هم همون میشی که بود بمونه، میش حواس گرگی نکنه. خب در این دوره آزادی، اون آزادی که در دوره پهلوانی بود، آزادی که نوعی گیو و گودرز و رستم در تصمیم گیری داشتند که نمونه هاش رو دیدیم و توی شاهنامه فراوان هست، از اون دیگه نشانی نیست. آزادی آشکار مال شاهی که در رأس هرم اجتماعی و نماینده عالم بالاست در زمین و یک قدرت پنهان هم در اون دوره وجود داره و اون هم موبدان هستن، کاست موبداست که گاه قدرتش به جایی میرسه در دوره هایی که شاه رو خلع میکنه، شاه دیگری میاره، یا اینکه حتی شاهی رو به کشتن میده، مثل نمونه هایی که توی تاریخ ساسانی هست. به اینها باید اضافه کرد، به این خشونت یا سختی سازمان اجتماعی، به این انجمادی که تو ساختمان اجتماعی هست باید اضافه کرد، احکام عجیب غریب فقهی رو، یعنی احکام مذهبی که به کمک نگهداری همین سازمان میاد. فقط کافیه که یه نگاهی به وندیداد بشه که در دسترس همه هم از چاپ شده، احکام اونجا هست، یا شایست ناشایست. من دو تا سه تا از این کتاب رو ذکر کردم، یا روایت پهلوی، نشون میده که این احکام یه تسلط عجیبی بر زندگی روزانه مردم داره. مثلا اسم کتاب اینه که چه اقداماتی شایسته است، چه اقداماتی شایسته نیست، واجب و مستحب و مباح و اینا و حرام، در حقیقت همینه، چه کارهایی نباید کرد. من تصور، البته خیال ها، من تصور میکنم که فقه اسلامی و البته فقه شیعه خیلی تحت تاثیر فقه زردشتیه، از پنج وعده نماز زردشتی ها گرفته که به اسلام میاد تا چیزهای دیگه. منشأش هم خب یکیش که فقه اسلامی و به طور خاص فقه شیعه، برای اینکه مثلا این باب طهارت که در تشیع، در بزرگترین کتاب فقه که اگر اشتباه نکنم 11 تا 12 تا کتابه که مجموعش فقه رو تشکیل میده، از کتاب نمیدونم عتق تا آزاد کردن بنده، بندگی، بردهداری و آزاد کردن بنده، تا کتاب جهاد و معاملات و عبادات و غیره، بزرگترین کتاب فقه کتاب طهارته و گمان میکنم که به شدت این تحت تاثیر فقه زردشتیه، برای اینکه در مورد دشتان زن و اینا اون دفعه صحبت کردیم، من الان بازگو نمیکنم که چه مقررات وحشتناک عجیبی است، ولی خب این موضوعی که به ما ارتباطی نداره، از جمله چیزایی که شاید اسلام از زردشتی های مقداری گرفته باشه. خب یه قولی هم هست بعضی از ایران پرستا، حالا اگر بشه گفت بهش اعتقاد دارم، با اون این هستش که سلمان فارسی که از صحابه پیغمبر بود، مزدکی بود، از ایران فرار کرده بود، رفته بود و میگن بعضی از چیزهایی که در اسلام اومده از قرآن گرفته، تا بعد سواد هم داشته، پیغمبرم خیلی به او علاقمند بود، شاید که یه نوع همفکریایی بوده یا چیزایی رو در به پیغمبر گفته که مورد پسندش واقع شده، نمیدونم، ولی یکیش اونه. اما مسئله مهمتر این هستش که پایتخت مرکز حکومت آرتا و مرکز حکومت ساسانیا در کنار دجله و فرات بود، در مدائن بود و اولین جایی که مسلمان‌ها بهش رسیدن وقتی که از حجاز بیرون اومدن همینجا بود و تمدنشون رو در اونجا ساختن. طبیعی هستش که بسیاری چیزا از اونجا گرفته باشن و
چند چیز که خیلی مشخصه و معلومه، یکی روش حکومت عباسی است. دربار خلافت عباسی این قولیه که جملگی برانند به قول قدیمی ها، و یک نوع تقلیدی بوده از دربار ساسانی. آدم های مثل ابن مقفع رو هم که میدونیم، کسی هستش که کلیل و دمنه رو ترجمه کرد، بنیانگذار نثر کلاسیک عربی زردشتی بود که مال فارس و مال فیروزآباد اگر اشتباه نکنم و مسلمان شده بود و در 36 سالگی کشتنش. و رساله‌ای داره به اسم رسالت الصحابه که بر سر همون هم کشته شد. در دوره منصور خلیفه دوم عباسی زندگی میکرد و توی این رساله به دو مسئله به طور خاص توجه شده، یکی مسئله قضاوت و یکی مسئله مالیات. در رسالت الصحابه در مورد قضاوت میگه که به خلیفه مینویسه، خب تو دربار بوده که، به خلیفه مینویسه و میگه که یک قاضی شافعی در محله ایکس کوفه یک حکمی صادر میکنه در مورد یک امری، بعد اون که محکوم شده میره در محله دیگری، قاضی اون شافعی نیست، مثلا حنبلیه، او حکم دیگری صادر میکنه. به این ترتیب در یه شهر که مرکز خلافته در مورد یک مسئله دو تا قاضی که دو تا صاحب صلاحیت هستند صادر میشه و این امر قضا رو آشفته میکنه. حالا اگر اسلام توسعه پیدا بکنه در شهرهای دیگه همین بساط باشه، تصور بکنید که چه وضعی پیش میاد. همینی که در دوره خودمون دیدیم پیش میاد. به خلیفه پیشنهاد میکنه که یک دفتر و دیوانی در دستگاه خلافت دایر بشه که احکامی که صادر میشه در اونجا ثبت بشه و وقتی که قضات میخوان یک حکمی صادر بکنن به اونجا مراجعه بکنن یا اونجا نظارت بکنه که احکام یکسان صادر بشه، یعنی پروسدور قضایی ایجاد بشه. اون چیزی به زبان بعدی، اون چیزی که بعد حقوق کامن لا انگلیس داره که اونا هم خب قوانین مدون رول کمتری رو داره بر اساس تا قوانین اساسیشون، ولی خب روی پروسدور و یا حکمی که یه قاضی بده اعتبار داره. یکی این بود. بعدم در مورد مالیات ها هم میگه چگونه باید جمع بشه که نظمی داشته باشه، سامانی داشته باشه و غیره. البته رقباش بعدن در یه فرصت مناسبی سعایت میکنن و نظر خلیفه رو نسبت بهش برمیگردونن و میگن مجوسه و همین رساله هم یکی از موجبات دردسر و گرفتاریش میشه و میکشنش. منتها به این ترتیب میکشنش که تنوری روشن میکنن، بعد دست و پای اینو تکه تکه قطع میکنن و جلو چشمش میندازن تو تنور. و 36 ساله میکشنش. و عجیبه که در آدمی که روزبه پسر دادبه اسم فارسیش، عجیبه که آدمی که در خب مسلمان شده و بعد عربی رو جوری یاد میگیره که با یکی از بزرگترین بنیانگذارهای نثر عربه، بعد به این مسائل وارد میشه وقتی مرگش هم 36 سال بیشتر نداشته. به هر حال دور افتادیم. این احکام عجیب فقهی هم در شایع است ناشایع است، هم در وندیداد من سه تا کتاب رو ذکر کردم و هم در روایت پهلوی که روایت پهلوی هم در دست سهم است نشون میده که خود این احکام هم تا چه اندازه کمک میکردن به انجماد این اجتماع. نتیجه همه این روزها رو من برای این خوندم بگم که تئوری داد، نظریه داد که از کیخسرو به بعد بوده، از فریدون به بعد بوده و شعار سیاسی و اخلاقی اجتماع ساسانی بوده و درفش کاویانی که علامت چندپاره کاوه آهنگره که برای دادخواهی علم شد و غیره، این در عمل به چه بیدادی منجر شد، به ضد خودش برگشت در اواخر دوره ساسانی. خسرو که دادگرترین پادشاه حماسی یا پادشاهی که در شاهنامه ما میشناسیم در کنار فریدون و بعد انوشیروان دادگر، از قول او شاهنامه میگه که ستایش کسی رو بکنید که آن را که خواهد کند شوربخت.
یکی بی هنر برنشاند به تخت. بر این پرسش و جنبش و رای نیست، اظهار نظر نباید کرد که با داده او بنده را پای نیست. یعنی در نهایت به اینجا بزنید، در حقیقت فکر آنچه که از زبان که خسرو گفته میشه در حقیقت فکریست که مربوط به شاید گفت طبقه حاکم، البته اصطلاح خوبی نیست، ولی تئوری مسلط دوره ساسانی در مورد داد که بالا آنچه میذاره دیگه بنده لزومی نداره ازش خبر داشته باشه. و در جای دیگه ستایش خدایی را سزاست که خرد داد و جان و تن زورمند، اما به یکی فر و رند و به دیگری شوربختی نیاز و غم و درد. فردوسیه باز و بعد اضافه میکنه زرخشند خورشید تا باز از کیخسرو تا تیر خاک، همه داد بینم بی از دام پاک. پس با این داد و با این بیداد عجیبی که از عالم بالا هم نازل میشه، عجیب نیست وقتی که نوشیروان از بزرگمهر که داناترین مرد دوره ساسانی، حالا از در افسانه یا هرچی، مظهر خرد و دانش، وقتی از اون میپرسه که عجیب ترین چیز چیه در دنیا؟ عجیب ترین چیزی که از آن برتر اندازه نتوان گرفت، بیش از اون دیگه به فکر نمیرسه. بزرگمهر که داناترین آدم دوره ساسانی لاغل، جواب میده که یک سر شگفت است کار سپهر. یکی مرد بینیم با دستگاه، کلاهش رسیده به ابر سیاه، که او دست چپ را نداند زراست، ز بخشش فزونی نداند نکاست. انقدر داره که کم و زیاد دیگه سرش نمیشه، حسابش نداره. یکی گردش آسمان بلند، ستاره بگوید که چون است و چند، فلک رهنمونش به سختی بود، همه بهر او شوربختی بود. حیرت بزرگمهر از کار سپهر. عرضم به خدمتتون که اینجا به یک دو تا مسئله دیگه اشاره بکنم که داد به منزله آرمان شهریاری، یا به زبان دیگه اگه بگیم به منزله تئوری یا فلسفه منظومه سیاسی دوره ساسانی، چیزی که این قفل و بست رو به هم نگه می‌داره، یه دستگاه اخلاقیه که با خودش سازگاره، سامانمنده، یعنی در تئوری ها، در نظریه اجزایش با هم دیگه سازگاره و قدیمی هم هست، کهنه، بازمانده است از گذشته های دور. عرضم به خدمت شما که این دستگاه فکری سامانمند یا ارگانیک یا به هم بسته که سر و تش با هم میخونه، این منظومه، این با اجتماع ساسانی عملا بعد در تناقض میافته و ناسازگاره. در عمل آرمان و واقعیت از هم دور میافتن، برای اینکه دوره ساسانی خب همه اون چیزی که اینا میگن داد در عمل به بیداد میانجامه، در تئوری، در نظریه ساختش درسته، خیلی هم قدیمیه، اعتبار سکره داره، اعتبار متعالی یا قدسی داره، برای اینکه از عالم بالاست. دیدیم دیگه از امشاسپندا میاد تا دوره ساسانیا، دینه به یک معنا، آیین گردش جهانه که گیتی هم به همون است، به همون ترتیب میگرده. این دستگاه قدسی آسمانی در عمل در دوره ساسانیا دگرگون میشه، بدل میشه به بیداد که هیچ چیز از جای خودش تکون نخوره، کسی به جای دیگری نتونه منتقل بشه. در نتیجه اون چیزی که ایدئاله، اون چیزی که آرمانه، با اون چیزی که واقعیت، از هم دیگه دور میفتن. بودن ماه و خورشید و ستاره های سپهر و گردش فصل ها، هر کدوم به جای خودش و در پرداختن به خیشکاری خودش، دادیه که در کیهان وجود داره، در سراسر جهان وجود داره و جهان بر اساس اون میگرده و آسمانیه. همین سرمش وقتی که وارد اجتماع میشه، بدل میشه به اینی که هر گروه
باید سر جای خودش بمونه، هر کس باید زیر سر جای خودش بمونه، زیر دست و زبر دست جاشون نباید عوض بشه و در کاست خودش، حالا کاست رو من توی گیومه گذاشتم برای اینکه به شدت هندوستان نیست، اما باید در طبقه در اون مجموعه اجتماعی خودش بمونه بنابر اون سرمشق. اون وقت مسئله که پیش میاد اینه که اون نظریه دگرگون نمیشه، از دوره‌ای که ایرانی ها خودشون رو میشناختن این نظریه وجود داشته، یعنی اعتبارش میرسه به اون دوره، از امشاسپنده و گردش آفرینش و گردش و جهان و غیره، و حال اینکه اجتماع در حال تحول دگرگونیه، یکی دائم داره عوض میشه، یکی دیگه هم منجمد اون بالا، در نتیجه انفجار پیدا میشه، یه تناقضی پیدا میشه بین پندار اندیشیدن و کردار، و در نهایت جامعه رو در جان و تن دو پاره میکنه و داد بدل به بیداد میشه همونطوری که شد. اون صحبتی که از جانب بزرگ مر کردیم، یکی مرد بینیم با دستگاه که در جواب نوشیروانه در پایان کار ساسانیان، همین رو از زبان شاعر میشنویم، از زبان خود فردوسی میشنویم، در پایان روزگار ساسانیان وقتی آخرین پادشاه ساسانی یزدگرد سوم که بازمانده یه دودمان بزرگیه، یه آدم فرومایه‌ای برای اینکه مالش و جواهرش رو بگیره، اون رو به اون ترتیبی که حالا توی تاریخ اومده میکشه و یک چنان سلسله‌ای به این راحتی فرو میریزه، همین حیرت، همین درماندگی در اندیشه رو از زبان شاعر میشنویم، از زبان خود فردوسی میشنویم. یعنی حرف بزرگمهر رو فردوسی خود دیگه تکرار میکنه. در برابر این مرگ میگه، وقتی که این مرگ رو توضیح میده، میگه چگونه یزدگرد رو آسیابان کشت، میگه چنین داد خوانیم بر یزدگرد و در کینه خوانیم از این هفت گرد، از این آسمان هفت لایه یا نمیدونم هفت ستاره، این داده یا کینه است، ضد داده، این کینه سپهر یا دادیه که بر یزدگرد رفته، کدومه؟ اگر خود نداند همین کین و داد، اگر سپهر از این دستگاه هفت گرد از کین و داد بی خبره، شعور ندانه، پس مرا فیلسوفی هیچ پاسخ نداد، هیچ داننده هیچ چیز جوابی نداره. اگر گفت دینی همه بسته گفت، اگرم دین جوابی داده جوابش بسته است، نماند همین پاسخ اندر نهفت، جواب چنان بسته است که نهفته است. یعنی به هر حال نه دانش بشری بهش راه میبره، نه دین جوابی داره، نه فیلسوف، و نمیدونیم این کینه سپهره یا داده، باز بنبست، بنبست فکری. حالا من میخواستم همه این مقدمات برای اینه که تای کار به اینجا برسیم که در برابر اون شکست نظامی سریع فرو ریختن یک چنون امپراتوری بزرگی به دست عرب ها که پا برهنه از نجد عربستان زده بودن بیرون، در برابر اون شکست نظامی، این بنبست فکری شکست فرهنگ یک تمدنه، شکست فرهنگ یک تمدنه، تمدن که سر جاش مونده، کاسه و بشقاب رو میبینیم، میدونیم این سازمان رو داشته، عرضم به خدمت شما که میدونیم این سازمان کشوری رو داشته، اینطوری مملکت رو اینجور لباس میپوشیدن، همه اینا تمدنه دیگه، ولی فرهنگ این تمدن به نظر من شکست خود، تئوری این تمدن شکست، اون چیزی که این تمدن رو از نظر فکری نگه میداشت اون فرو ریخت، داد بود، یعنی این ایده داد بود که عملا به بیداد انجامید. نمیدونم اینو گفتم یا نه که در دوره اسلامی هم همین اندیشه داد، این نحوه داد ورزیدن به معنای برابری اجتماعی نبود، ولی به معنی مساوات در داوری وارد اسلام شد، که این رو فقط این برابری در داوری رو در شاهنامه تا اونجایی که من دیدم یک بار بیشتر ندیدم، در عرض دادن سپاه برای اینکه گفته بشه نوشیروان چقدر عادله، یک حالا به اصطلاح امروز وزیر جنگ یا رئیس دیوان عرضی معین کرد که جیره سپاهی ها و ترتیب سپاه وزیر جنگ میشد دیگه به اصطلاح،
او رو به کار گماشت و او هم اومد اصلاحاتی کرد. این بود که اولین اصلاحش این بود که سازبرگ سپاهی ها رو ببینه و به مناسبت سازبرگشون جیرهشون رو معین بکنه. اون وقت میگه انوشیروان هم از این فرمان اطاعت کرد و اومد با سازبرگ شاهانه از پشاهی و لباس و زره و بند و بساط اومد، او هم یک درم به جیرهش اضافه کرد. این رو در دوره انوشیروان میبینیم. ولی مفهوم داد یا مفهوم عدالت اساساً در اسلام هم برابری اجتماعی نیست، بلکه برابری در مقابل با امکانات مساوی در قضاوت، در برابر قاضی دادگاه. حالا این مفهوم در دوره ساسانی ها نهادینه شد، حالا دیگه برنمی کردم، ولی اگر خلاصش اینجوری هستش که زکهتر نوازش زمهتر نواز، بدندیش را داشتن در گداز. از این خلاصه تر نمی شد که بگیم که فردوسی گفت خوشبختانه کار ما رو آسان کرد. گذر از مرز و مرتبه خود که تجاوز به فرادستان بود. یک کاری هم فریدون کرده به محض اینکه به حکومت رسید، به سلطنت رسید، البته در حقیقت نظام فکری دوره ساسانیه که از زبان فریدون بر گفته میشه که بفرمود کردن به دربر خروش که این نامداران بسیار خوش، نباید که باشی با ساز جنگ، نه زین باره جویان کس نام و ننگ. چرا سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جویان هر دو هنر. سپاهی سپاهی باید باشه، کار سپاهی بکنه، پیشور هم کار پیشور، یکی کارورز و یکی گرزدار، سزاوار هر کس پدید است کار. چو این کار آن جوید آن کار این، سراسر پراشوب گردد زمین. خب در یه چنین راه و رسمی، در یه چنین سیستم و نظامی دیگه جای برای آزادی فردی نمیمونه. آزادی فردی معنی جدید نمیگم، به معنی فردیت نه، جایی برای فردی، برای اندیویدو جایی نمیمونه. حالا اجازه بدید یه توضیح بدم بعد برگردم. آدم آزاده یا آزادانی که در دوره حماسی ازشون خبر داشتیم، در دوره پهلوانی، همش در دوره حماسی هستیم، در دوره پهلوانی ازش خبر داشتیم، از اونا دیگه نشانی نیست. ما شخصیتی مثل گیف، گودرز، رستم، بیژن و یا سهراب نمیبینیم، برای اینکه همونطور که گفتیم آزادی مال پادشاه و حتی بزرجوهر هم آزاد نیست. در میگردیم بهش که چرا چجوریه. اون پهلوانایی که در اونجا بودند الان در چنبر نهادها و سازمانهای اجتماعی گرفتارن، بیرون نمیتونن ازش برن و در نهایت اگر بیرون بزنن چیزی ازشون در میاد مثل بهرام چوبین، یعنی از دست پادشاه فرمانده سپاه میشه. دیگه رستم دستانی که در گیردار نبرد باشه و بعد با پادشاه در بیفته و بگه چه کابوس بشم شکم و شاه، از او دیگه نمیتونه نشانی باشه. و بهرام چوبین هم وقتی سرکشی میکنه یک فرمانده سپاهیه در یک سازمان اجتماعی که از حد خودش تجاوز میکنه و سرکوب میکنه، هرچند که مرد بسیار زیرکی هم هست و البته داستانش هم تو شاهنامه بسیار جالبه و داستانگونه است. ولی از بهرام چوبین فراتر نمیتونه بره. اون چه کسی پس به این ترتیب جای اون پهلوانا رو میگیره؟ به هر حال گیرونار نبرد هست، آدم در جستجوی آزادی هست. در دوره ساسانی ها تصور من این استش که بهرام گوره که در حقیقت رستم این دوره است، پادشاهه، پادشاهی که اراده آزاد داره و میتونه اراده خودش رو اعمال بکنه. حالا میبینیم به چه ترتیب. بهرام گور رو اتفاقا اول موبدا به حکومت نمیپذیرن، حالا باز یه داستانگونه دیگه باز در بهرام گوره. یعنی شما بهرام گور رو که با سرگذشتش رو بخونید، 3 تا 4 تا قصه یا رمانسک توش هست. نکته جالب این هستش که بهرام گور در پیش منظر در خیره بزرگ میشه. رسم بوده ساسانیان در اواسط دوره ساسانی و نیمه دوم شاهزاده ها رو میفرستن پیش
بزرگان عرب، یعنی پادشاهان عرب که همیریا در سوریه بودن، دست نشانده رومیا بودن و منظر و خاندانش اینا در عراق بودن و دست نشانده ایران بودن، میفرستادن اینجا. بهرام‌گور وقتی برمیگرده اولادا بهش اجازه نمیدن که سلطنت بکنه. خسرو رو که برادر اگر اشتباه نکنم کوچکتر بود به سلطنت برمیگذینند، برای اینکه میگن که او پرورده عرب هاست. و قصه شون وقتی این هستش که تاج شاهی رو میذارن بین دوتا شیر، بهرام شرط پادشاهیش این هستش که بره و با گرز میزنه و حتی دوتا شیرها هم فوری تسلیم میشن و بهرام میره تاج رو برمیداره میذاره رو سرش. و به هر حال در اونجا این تناقض هست که بعد بهرام‌گور مسلط میشه بر موبدا. به هر حال بهرام‌گوره که در حقیقت اگر بخوایم یه نشانی از کسی نوع رستم یا سهراب یا بودرز پیدا بکنیم که هم مرد جنگ باشه هم اراده آزاد داشته باشه و هم بتونه این اراده رو اعمال بکنه، کسی از نوع بهرام‌گور که اراده زیر دستا به کاری نمیره، یعنی کارگر نیست، مؤثر نیست، اراده او آزاده، شهریاره، شکارگر. خصوصیت بهرام‌گور اینه، شهریار، شکارگر، مرد رزم، مرد بزم و چنان مرد رزمه که با یه تیر دو تا گور رو به هم دیگه میدوزه و در چوگان و نشانه زدن و در کشتن کرگدن جنگ با اژدها یگان آدم روزگار خودش. به قدر دلیره که تاج شاهی رو از بین دوتا شیر بر میداره و چنون عاشقه که جا داره هر مرد عاشق دیشه ای بهش حسادت میکنه حتی بعد از هزار سال. عرض شد که دربارش هم خب مافویان گوناگونی هستن، اهل موسیقی و آز و سود و سرور و عرض شد که چنگ و و بعد میبینیم که در فردوسی ازش اینجوری صحبت میشه، یکی از ماهرویانی که در دربارش هست و در یا در حرمسراش هست او رو اینجوری توصیف میکنه و اینجوری مینوازه با چنگ. نخستین شنشاه را چانگوی چنین گفت که خسرو به ماهروی، نمانی مگر بر فلک ماه را، به شادی همون خسرو به گاه را. خنک آنک شبگیر بیند رو، خنک آنک یابد ز موی تو بو، میان تنگ چون شیر و بازو ستبر، همی فر تاجت براید به ابر. به گلنار ماند همی چهر تو، به شادی بخندد دل از مهر تو. دلت همچو دریا و رایت چو ابر، شکارت نبینم همی جز هژبر. شیر فقط شکارت رو همین موش کافی به پیکان تیر، همین آب گردد ز داد تو شیر. آب بدل به شیر میشه. سپاهی که بیند کمند تو را، همون بازوی زورمند تو را، بدرد دل و مغز جنگاوران، وگر چند باشد سپاهی گران. باز در جای دیگه، باز همون بانوی یا یکی دیگه لابد براش میخونه که میاند چو غرب است و بالا و چو سرف، خرامان شده سر همچون تزرف. به دل نر شیر و به تن جند فیل، به بازو به ناورد خشت افکنی بر دو میل. رخانت به گلنار ماند درست، تو گویی به می برگ گل را بشست. دو بازو به کردار ران حیون، به پای اندر آوری که بیستون. اقراق از این تو آنی کجا چشم کس چون تو مرد، ندید و نبیند به روز نورد. این یه چنین مردیه. حالا اینه دیگه پهلوان واقعی در این دوره، اگر پهلوانی به این چیزایی باش که ازش توصیف میکنن و قبل از همه و بیش از همه اراده آزاد، مال بهرام‌گوره. عرض شد که این دستگاه متمرکز با سازمان کشوری و ارتش و نظام مالیاتی گسترده و نهادهای قضایی و آموزشی و همه اینا که محکم سر جاشون بودن و مردمی که ناگزیر بودن که توی این با این آداب و رسوم، با این قانونا، با این قرارا، با این شیوه رفتار
و با اون احکامی که گفتیم و در این شبکه با هم دیگه سر بکنن، در اینجا دیگه اراده آزاد فقط مال پادشاهه که در قله هرم اجتماعی و یا گروه موبدانی که فرصت به دستشون بیفته و اون با توته و پنانکاری، ولی تئوریکمان و در دوره‌های زیادی عملا قدرت فقط مال پادشاهه. حتی بوذرجمهر حکیم که در دوره ساسانی ها داناترین آدمه در تقریبا در سراسر شاهنامه همینطور و بزرگترین وزیره، بدون هیچ موجب معقولی به زندان میافته، کور میشه، کورش میکنن البته، کاری که حتی کابوس بیخرد و دیوانه نه بازال تونست بکنه نه با رستم تونست بکنه. اگه یادمون باشه چه درشتی های رستم با کابوس کرد، اصلا نتونست کابوس با رستم نمیتونست بکنه و با هیچ کدوم از گودرزیان که در مقام پایین تری بودن از رستم و حتی کیخسرو که بزرگترین پادشاه بود با توس که برادر کیخسرو فرود رو کشته بود باز یا نتونست یا نخواست این کار رو بکنه. یعنی به هر حال با یه سرزنش ماجرا تموم شد، برای اینکه این تمرکز وجود نداشت، در دوره پهلوانی این تمرکز وجود نداشت و این کسانی که اسم بردیم هر کدومشون در رأس یک دودمان بزرگی بودن، پادشاه های محلی بودن. یه دفعه یا چند دفعه هم صحبت کردیم که در حقیقت دوره پهلوانی نماینده دوره هستش که خاندان های بزرگ وجود دارن، حکومت میکنن در منطقه خودشون و گفتیم از نظر تاریخی هم گرچه بعضی از شخصیت ها مال دوره اوستایی هستن، قدیمی تر هستن و غیره، اما مال این قصه ها در دوره ساخته شد که دوره تمرکز به این شدت نیست و مربوط میشه به دوره اشکانی هم که وقتی یه پهلوان ایران میفتد سورن یا نمیدم یکی از پهلوان های یا سرکرده های خاندان های بزرگ را میفتدن به کمک پادشاه در جنگ مثلا با رومیا، با سپاهیان خودشون را میفتدن و که این سپاهیان همه رعایاشون بودن و کشاورزاشون. اون پهلوان ها، پهلوان های دوره حماسی از آزادان به معنی واقعی بودن و هر یک سرکرده یه دودمان بزرگ با سرزمین، با روستایی‌های خودشون، سپاهی‌هاشون، ساز و برگشون و تمام ساز و برگ بزرگی و خودکامگی. و حالا که حالا برگردیم دوباره به دوره ساسانیان، در دوره ساسانی بنا به افسانه بزرجمهر رو در کودکی از بین مردم فرودست پیدا کردند و بردنش، چون خواب گذار بود و در رؤیا آنچه رو که در عالم واقع اتفاق می افتاد می دید، بردنش به پیشگاه شاه و در دربار موند و خب دیگه به اون مقامی که می دونیم رسید. ولی بزرگی و آزادی بزرجمهر به دانش بود، نه به دارندگی و برازندگی، نه به آب و ملک و روستایی و اصلا، یعنی آدم اینجوری که نیست. بزرجمهر رو مثلا میزنم برای اینکه بزرگترین آدم اون دوره است. بزرگترین آدم اون دوره وقتی شاه میخواد کورش میکنه، بدون علت معقولی زندانیش میکنه و از توی مردم معمولی هم بالا میکشدش و بزرجمهر توانا هست و توانه، ولی توانایش در حد دانشه، آدم دانشمندی، آدم دانایی، وزیر خوبیه، بیش از این نیست. و بزرجمهر خودش زمانی در پاسخ انوشیروان گفته بود که بد آور روزگار مرد بادانش پارسایی که گردد بر او ابلهی پادشاه. در این دوره جهانداری و شهریاری یا پادشاهی خیلی پرتجمله، برای اینکه تمام قدرت دست شاه، اصلا امپراتوریه، تمام قدرت دست شاهه. بعد یه چهره خیلی پرنقش و نگاری داره، یه تمدن خیلی باشکوه دیگه و از برکت دارایی و دانش هر دوتا با هم، یا به طور کلی بگیم تمدن و فرهنگ، جهان رو با یه رنگ و روی تازه تر و آراسته تر میبینه. دربار نوشیروان با دربار نمیدونم کاووس یا با دربار کیخسرو و حتی فریدون تفاوت زیاد داره. به جای که خسرو
دیگه در این دوره انوشیروان دادگر با زنجیر عدلی که افسانه‌اش رو شنیدیم پادشاه نمونه و آرمانی این عهده. در دوره پهلوانی پادشاه نمونه، پادشاه ایدئال که خسرو، در دوره ساسانی، در دوره تاریخی یا بگیم اینطوری در دوره تاریخی شاه ایدئال نوشیروانه. سرگذشت این شهریار کاریزماتیک، فرهمند و با خرد، رایزنی با حکیمان، دانایان و بخش بزرگی از شاهنامه رو این رایزنی ها و بحث های درباره دانش و خرد و چگونگی رفتار در زندگی اینا به خودش اختصاص داده و اینا همه نشانه تصور پیشین ماست از در دوره ساسانی، از آرمان کشورداری و پادشاهی. تمام این گفتگوهای طولانی سه تا جلد مربوط به دوره ساسانی که همه اینها هم قسمت عمده از این نظریات به دوره اسلامی تاریخ ایران هم راه پیدا میکنه و حاصلش رو میبینیم در این تصور که سلطان ذل اللهه. و باز به مسئله داد برگردیم، سلطنتی که سلطانش ذل اللهه با کفر میمونه ولی با ظلم نمیمونه. باز هم این یه نظریه معروف مال دوره اسلامی تاریخ ماست. انوشیروان بعد از خطبه تاجگذاری و گشتن در کشور، ساختن سد و در مقابل هجوم بیگانگان و سرکوب کردن سرکشی علانان و بلوچا و گیل و دیلم و داد ورزیدن و کم کردن مالیات ها و بهبود اینا چیزایی که اول کار انوشیروان میکنه، بهبود روزگار زیردستان و بعد از همه این کارها بیشترین بخش سرگذشت دور و دراز پادشاهیش در گفتگو با ملازمان و مصاحبان خردمند و دانا میگذره و گفتارهای اخلاقی طولانی، تکراری، ملال‌آور بین شاه و بزرگمهر و موبدان و دانندگان و اینا درباره خرد و دانش و راستی و میان روی و آهستگی و بیش از همه داد ورزیدن و در مقابل دروغ و بیداد و نادانی و آز و نیاز و خشم و تندی سخت نکوهیده است. به این ترتیب میبینیم اخلاق و حکمت عملی و اینا این قسمت از شاهنامه رو در بر گرفته و صحبت از بخت که از آن ما نیست، بیرون از اختیار ما، کوشش به مفهومی که فردوسی میگه که در اختیار ماست و از آن ماست و زمان، این ستا هیچ وقت بل نمی کنه فردوسی رو، شاعر رو، و زمان که در ماست و بی ماست و پیوسته هست و پیوسته نیست. این سرگذشت نوشیروان رو حالا درصدی نگیم ولی قسمت اعظم سرنوشت نوشیروان رو این گفتگوها در بر میگیره که بخش بزرگی از این ادب پندآموز بعد از اسلام میاد وارد کلیل و دمنه، قابوسنامه، سیاستنامه، کیمیای سعادت، گلستان، بوستان و دیگر آثار ادبیات آموزشی فارسی و ادب عرب میشه که خب نشانه‌هاشو هم در جاهای مختلف میبینیم. اگرم بخوایم یه نگاهی به بعضی از کتاب‌های مرجع بکنیم، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام مال تفضلی و خانم آموزگار مرجع خوبیه، کتاب دوفو شکور، مارالیا و ویدنگرن و هست کتاب های دیگه هم البته فرابونه، جاهز و کتاب های عربی هم جاهز هست، جاهز از اولی میشه. به هر حال من تصورم این هستش که دو رشته اخلاق از دوره ساسانیان جا میشه و به ایران بعد از اسلام میرسه. یکی اخلاق به معنای حکمت عملی، همین است که اینجا ذکر کردم که میاد تا گلستان نمونه اعلا و آخرشه، از کلیله تا گلستان، سیاستنامه و قابوسنامه و غیره، اینا اخلاق عملیه و اخلاق پراتیکه، کاربرد اخلاقه. اما یک اخلاق نظری داریم که پرنسیپاش کلیه و شاید خیلی نگران یا دل مشغول به کار بردنش نیست، برای اینکه به کار بردنش مثل هر اصل اخلاقی دیگری تمام و کمال ناممکنه.
زندان یک ایدئال. اون اخلاق نظری رو من گمان میکنم در بعد از اسلام در یک خط دیگه‌ای در فردوسی میبینیم، در تاریخ بیهقی میبینیم و در عرفا میبینیم که نمونه آخر و برجستش باز اخلاقی که در حافظ هست. به سه روپوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیخ روی گشت صفه سفید. این اصل اخلاق. این دوتا به موازات هم میاد، این دو جور آدم هم دارد، یکی ابوالفضل بیهقیه، یکی خواجه نظام مرده. از همین گونه پرسش و پاسخ ها میبینیم حکیم مثل بودرجمهر و یا دیگران از شاه میکنن، بعد شاه از اونا میکنه و آخر سر نکته جالب این استش که موبدان و دانندگان و بودرجمهر از پادشاه سوال میکنه، از انوشیروان، و انوشیروان پاسخ میده. در حقیقت من گمان میکنم این یک نوع اینیسیاسیون فرهنگیه. شاه از موبدا میپرسه، موبدا جواب میدن. شاه از بزرگمهر میپرسه، بزرگمهر جواب میده. بعد موبدا از بزرگمهر میپرسن، بزرگمهر جواب میده. بعد از اینکه همه اینا میشه، شاه خودش به مقام میرسه که دیگه موبدا و بزرگمهر از پادشاه سوال میکنن. این گفتگوهای دوی دارد، پادشاه جواب میده. این نهایت قضیه است. و اگر این دور دانش و خرد که برکشیده میشه به جای پهلوانی، اون وقت پادشاه نمونش هم باید داناترین باشه، به جای به مقامی میرسه که البته فردوسی این رو صریح نمیگه، ولی میبینیم آخر سر همه از پادشاه سوال میکنن. شاه باید از همه داناتر باشه و میشه. کیخسرو و انوشیروان دو تا پادشاه ایدئال هستند، مال دو تا دوره متفاوت. کیخسرو پادشاه ایدئال دوره پهلوانیه، انوشیروان پادشاه ایدئال دوره تاریخیه. هر کدوم از اونا ویژگی های خودشون رو دارن، هر دو دارای فره ایزدی هستند، هر دو با خرد و دانش هم منده، با این تفاوت چون مال دو تا دوره هستن و دو تا کنسپت از آدمیزاد، دو تا دریافت از انسان و مشخص دو دوره متفاوت. دانایی کیخسرو خداداده و این به قول فردوسی نو رسید جوان که عمر کوتاهش رو هم با شبانها گذرنده بود، در گفتگوی با افراسیاب جادوی روزگار دیده بسیار هوش، چنان او رو فریب میده که افراسیاب خیال میکنه این دیوانه است و این کار رو در 12 سالگی 13 سالگی میکنه. یعنی کیخسرو دانش خداداد داره، نظر کرده است، نه تنها فره ایزدی داره بلکه علم به قول مسلمان ها به قول دوره اسلامی علم حضوری داره، دلاغاه، برای اینکه او یکی خرد، دو تا خرد در ارسطو داریم، ببخشید، یکی خرد خداداده، یکی خرد آموختنیه. کیخسرو خرد خداداد داره، انوشیروان آموختنیه. خرد عرض شد که دانایی کیخسرو بیشتر دلاغاهیه، معرفت قدسیه، نه دانش آموختنی و تجربی. آمدن و رفتن کیخسرو هم یک حقیقت آسمانیه که این آمدن و رفتن به سرنوشت جهان بستگی داره. باید بیاد تا یه تاریخ در دوره خودش یه بیداد 1000 ساله رو به پایان برسونه که بیداد افراسیابه و میره بدون اینکه بمیره. چرا میره؟ برای اینکه در آخر زمان بتونه برگرده. جاویده، زمان پذیر نیست و به قول فردوسی در مورد کیخسرو نمیگه، در مورد کسی دیگه میگه، ولی باید گفت نشان از دو سو دارد این نیکبی. برای اینکه یک سرش به عنوان پادشاه دادمند و دادگری که از عالم بالا میاد، یه سرش به شهریور وصله، به اگر یادتون باشه شسره، یعنی پادشاهی ایدئال مینوی، یعنی اون امشاسپند، یه سرش که مظهر ساده، مظهر پادشاهی مینویه، یه سرش به او وصله و اینکه از اونجا میاد، یک سر دیگرش پایانش هم به
سوشیانس، برای اینکه در آخر زمان کیخسرو باید برگرده و 57 سال در رکاب سوشیانس به جنگ تا این گردش گیتی به پایان برسه. و اون سوشیانس آخری هم که میاد که کیخسرو هم رزم با اوست، اسمش هست سوشیانس، یعنی نجات دهنده. اون وقت هر کدوم از سوشیانس از این ستا یه اسمی دارن. اسم این آخری است استوت ارتد. استوت همونی است که میگیم استومند، استخوان از می میاد، یعنی مادی، جسمانی. ارتم اشه است. ارتم به معنی اشه است، داد. یعنی خیلی جالبه، سوشیانس سفومی اسمش هست داد پیکرمند، اشهی که جسمانی شده، اسمش اینه استوت ارتم. مرحب کیخسرو یه چنین نقشی داره. این پادشاه ایدئال خصوصیتش اینه. تفاوتش با پادشاه ایدئال دوره تاریخی چیه؟ عرضم به خدمت شما که کیخسرو فراتر از تاریخ، اولا بیرون از تاریخ، پادشاه آرمانیه و آرمان بیمرگی هم هست که به یمن وجود یک چنین پادشاهی داده نخستین و مینوی، یعنی شهریور، یعنی امشاسپند، و داد واپسین یعنی سوشیانس، داد گیتیانه، داد این دنیا، مثل یه دایره از دو طرف به هم میپیونده. به هر حال که خسرو این دایره رو به هم میبنده. اما انوشیروان یه پادشاه تاریخیه، نتیجهش اینه که زمان پذیره، مرگ آشناس. اما این پادشاه زمان پذیر و مردنی سپنجی هم در آرزوی جاودانگی مثل هر آدم دیگه، منتها جاودانگی روان، البته بسیار با معنی است، برای اینکه اسمش از انوشه روان. حالا اینا چجوری در پس ذهن با هم دیگه سازگار شده، واقعا اسمش از انوشه روان، یعنی او در آرزوی پادشاه تاریخی یا انسان کامل دوره تاریخ دیگه در آرزوی جاودانی روانه. اسم یارو هم از انوشه روان. کار یه مردی که خودش افتاده در چنبره زمان پایان دادن به تاریخ نیست دیگه، اون کار که خسرو بود، این دیگه کار اونه. خیشکاریه دقیق تر بگیم، پادشاهی مثل انوشیروان جهانداریه به همون آینی که جهان بر اساس اون میگرده، یعنی داد. خیشکاری انوشیروان داد برزیدنه، دانشش هم آموختنیه و از گفتن و شنفتن با توی فردوسی است. 70 مردی که در خور و خواب همیشه با انوشیروان دانش از این را یاد میگیره. حالا در خور و خواب اصطلاح فردوسی میگه 70 مرد در خور بخواب. این دوتا هر کدوم نمونه کمال دوران خودشون هستن. تفاوتی اگر درشون هست که هست، در چگونگی روزگارشونه، در تفاوت آرمان هاست و واقعیت ها. آرمان های اون دوره چیز دیگه هست، واقعیت هاش هم چیز دیگه. این دوره آرمان ها و واقعیت ها چیز دیگه هست. حالا من یک برگشتی بکنم و بگم که یه نکته اینجا اضافه کنم که کیخسرو و انوشیروان اینا انسان کامل زمان خودشون هستن، ولی ابدا نشانه کمال انسانی در فردوسی نیستن. البته به ضدش هم نیستن دا، نه، ولی کمال انسانی یه چیزی هست که انگار از اینم اونورتر میره، یعنی امکانات انسانی یه جایی هست که از کیخسرو فراتر میره، یعنی اندازه نداره، حد نداره. این با اون حرفایی هم که دفعه پیش زدیم سازگاری داره که آدمیزاد از تن اهورمزداست و و و. حالا در فردوسی به صورت دیگه اینجا ما میبینیم. این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، کمال انسانی از انسان کامل هم گاه ممکنه فراتر بره. این به مناسبت خواه و در موقعیت‌های گوناگون پیش میاد، هر بار با یه چهره تازه در سراسر کتاب دیده میشه. به عنوان نمونه، سهراب در آستانه مرگ پیش از اینکه پدرش رو بشناسه، وقتی که میبینه با خدعه و نیرنگ حریفش بهش پیروز شده، تصورش از آدمیزاد اینه،
میگه کنون گر تو در آب ماهی شوی، وگر چون شب اندر سیاهی شوی، وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببری ز روی زمین پاک مهر، بخواهد هم از تو پدر کین من، چداند که خاک است بالین من. یعنی چی؟ جز این که فقط بگیم که آدمیزاد تصوری که ازش هست اینه که اگه هم بر ماهی که ته آبه پیروز میشه میتونه دست بیاره، هم بر ستاره‌ای که بر سپهر و آسمان دست داره، هم به ته دریا. از این چند تا نمونه کوتاه میشه دید که انسان اگرچه بنده زمانه، برمیگردیم به جای دیگه فردوسی، در کمال خود از فلک برتره و بر زمان دست پیدا میکنه، منتها به قدرت ارادش یا تخیلش. من دوست دارم بگم تخیل آفرینندش. فردوسی خودش از همین بلند پروازانه. در شکوه با شکوهی که میکنه در پایان داستان اسکندر، از نامهربانی فلک و از وضع روزگار و از روزگار خودش از فلک شکوه میکنه. و یه جای دیگه هم باز با هم صحبت میکردیم، گفتم که انسان ایدئال خداست، فقط آفریده خدا نیست بلکه ایدئال خداست. چنان آفریدی که خود خواستی زمین و زمان را بیاراستی، یا توی مقدمه شاهنامه همون اول هستش که تو را از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند، که میانجی اصلی خرد و دانش. کمال انسانی به اینجا میرسه.